ما نگاهی به تحولات سوریه اخبار را ادامه می‌دهیم. تلویزیون اورینت گزارش داد رزمندگان سوری در دفتر رئیس شبه نظامیان داعش در حومه حلب به تعدادی پاسپورت ایرانی و عکس و اسناد مزدوران خارجی دست یافتند. رزمندگان به یک پاسپورت ایرانی دارای ویزا نیز دست پیدا کردند که ثابت می‌کند فرمانده این تشکیلات یک عضو وزارت اطلاعات رژیم ایران است. رزمندگان همچنین پاسپورت‌های دیگری با عکس زنان ایرانی نیز پیدا کردند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در حومه ادلب بعد از تسخیر کامل شهرک دانا توانستند تمامی زندانیان زندان داعش در این شهرک را آزاد کنند. مرکز اصلی داعش در استان ادلب در شهرک دانا می باشد. رزمندگان ساختمان شهرداری را به عنوان آخرین مرکز این گروه به تصرف خود درآوردند. آنها همچنین توانستند بیش از 100 تن از مزدوران داعش را به اسارت درآورند. بقیه آنها مجبور به فرار شدند. تلویزیون الجزیره با نشان دادن فیلمی گفت گردان‌های ارتش آزادی دو شهرک را در حومه غربی حلب تصرف کرده و محاصره خود بر نیروهای داعش و همچنین گردان 46 وابسته به ارتش اسد را بیشتر کردند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت رابطه القاعده و داعش با رژیم سوریه علنی شده است. او به رابطه های پشت پرده میان این سازمان های تروریستی و رژیم سوریه اشاره کرد و از تمامی نیروهای تروریستی که در سوریه می جنگند خواست تا این کشور را ترک کنند. احمد داوود اوغلو تأکید کرد ترکیه مطلقاً از سازمان های بنیادگرا حمایت نمی کند. وی نسبت به برخورد سازمان ملل متحد با مسائل انسانی در سوریه انتقاد کرد. روسیه مانع تصویب بیانیه شورای امنیت علیه جنایات بشار اسد در شهر حلب شد. انگلستان برای محکومیت حملات جنایتکارانه نیروهای رژیم سوریه با بشکه‌های انفجاری به حلب بیانیه ارائه کرده بود که با مخالفت روسیه روبرو شد. به گزارش تلویزیون العربیه به منظور رسیدن به یک موضع مشترک قبل از گفتگوهای صلح ژنو دو گروه‌های مختلفی از اپوزیسیون سوریه به همراه نمایندگان اپوزیسیون داخل کشور در شهر قرطبه اسپانیا گرد هم آمدند. آخوند روحانی سرخوردگی خود را از عدم دعوت رژیم به کنفرانس ژنو دو توسط سازمان ملل ابراز کرد و بعدی شکست این مذاکرات بدون حضور رژیم را داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روحانی در صحبت تلفنی با پوتین اظهار داشت هر اجلاسی که برای مخاصمات سوریه تشکیل شود و در آن بازیگران با نفوذ منطقه‌ای شرکت نکنند، این کنفرانس قبل از شروع محکوم به شکست است. آخرین خبر این ساعت. نخست وزیر تونس روز پنجشنبه از سمت خود کنارگیری کرد تا امکان تشکیل یک دولت مستقل تکنوکرات فراهم شود. دولت تونس پیشتر متعهد شده بود پس از تشکیل نهاد مستقل انتخابات استعفا دهد. این نهاد سرانجام چهارشنبه شب پس از ماه‌ها مذاکره شکل گرفت. در همین حال در سومین سالگرد سرنگونی بن علی درگیری‌های بین مردم و نیروهای امنیتی در شهر قصرین در غرب تونس رخ داد. در میان مجلس مؤسسان تونس از روز جمعه گذشته رأی‌گیری فصل به فصل پیشنویس قانون اساسی تازه این کشور را آغاز کرده است که در صورت تصویب نخستین قانون اساسی پس از انقلاب‌های موسوم به بهار عرب خواهد بود که بر اساس جدایی دین از دولت تدوین شده است.